مپندارین که بربادم که من تاریخم و یادم چنان با درد این مردم عجینم من که پنداری که فریادم که فریادم که فریادم بزرگ داشته یاد مرجان شورشگر و آتش افروز در سالگرد جاودانگیش. دعوی چه کنی؟ دایه داران همه رفتند، چوبار سفر بند که یاران همه رفتند. سالها مبارزه کرد، تلاش کرد، زندان انفرادی شکنجه، 18 سال انزوا کاش بود. بودی روزا که روزای آخر رژیم به نظر من سهل گوزی رو میدید، بالاتر از هنرش که باعث محبوبیت بی نظیرش شده بود انسانیتش مصاحبه کرد بود که توی اون مصاحبهش آخرش به خطابش به خامنه ای بود. گفتیز نویس آخرش گفته بود که دست بردار از جنایاتت شاه سلطان ولایت، بترس از بازی روزگار. 5 تا پادشاه پشت سر هم یا ترور شدن یا در غربت چال شدن، حتی تو خاک ایران نیستن. تو داری شیشا میشی بترس. این شعر هم خونده بود و سر شب سر جنگ و تاراج داشت، سرگر نه تن سر نه سر تاج داشت. به یک گردش چرخ نیلوفری نه نادر به جا ماند نه نادر. میفهمیدن این آخوندا که دنیا بی حساب و کتاب نیست، همه چی رو باید جواب داد. گول تاج خود مخور از بحر خیش، بین چه آمد بر سر شاهان پیش. ممنونم که اومدیم. در برابر جنایت رژیم اهریمنی آخوندی، خیانت به رسالت انسانی و خیانت به ایران و ایرانی است. مرجان با ایستادگی در برابر ظلم فریاد زد در سوک من زاری مکن، دعوی بیماری مکن، صد جان شیرین دادم تا این بلا بخریدم. مرجان وظیفه خود را انجام داد و امروز وظیفه ما می باشد که در برابر اهریمنان آخوندی سلاح برگیریم و با ایستادگی خود ریشه ظلم و ستم را برای همیشه بسوزانیم. تنها یک روز با شهامت زندگی کردن، به خدا که شایسته تر از آن است که 100 سال با ترس بندگی کردن است.
زنده باد میگویم به ملت قهرمان ایران با امید آزادی در آینده نچندان دور. تشکر. یک سال پیش در چنین روزهایی خبر درگذشت هنرمند شورشی و مردمی خانم مرجان به سرعت در همه جای دنیا پیچید و موجی از احترام و قدردانی از خانم مرجان که نشان از همبستگی ملی علیه رژیم ضد آزادی و زنستیز داشت را برانگیخت. این میزان عشق و علاقه و تجلیل مردم از خانم مرجان به خاطر کارنامه هنری و کارنامه مبارزاتی او بود که تا آخرین روزهای زندگیش در مقابل ظلم و فاشیسم دینی ایستاد. درود بر او که چه در طول زندگی پربارش و چه پس از وداع از این دنیا روح بزرگش رژیم آخوندها را به وحشت انداخت. جامعه کالیفرنیا برای دموکراسی در ایران. تمام زندانیانی که قبلن در کنار سلول انفرادی اون یا در بازجویی ها یا در بندهای دیگه با اون بودن شاهد شکنجه های وحشیانه ای که تمام آثارش در بدن این نازنین بود بودن و در اون اتاقی که ما در حدود 90 نفر بودیم ولی گنجایش فقط 9 نفر رو داشت از اون حکایت ها می کردن، از مقاومتش و از تصمیمی که گرفته بود که در مقابل جلادها اون لاجوردی جنایتکار، اون رئیسی جلاد 67 که اون زمان یک نوجوانی بود ولی مدارجش رو در کشتار داشت ادامه میداد و دریافت میکرد، این همچنان وایستاده بود سربلند و اون آری گفت به سرنگونی رژیم خمینی در کنار مقاومت. به ندای خانم مریم رجبی گوش فرا داد و در آخرین و تا آخرین لحظات مصمم پایدار رزمید. خانم مرجان اگرچه هنرمند مردم محبوب ایران است ولی وجه تمایز ایشان در عرصه هنر با سایر هنرمندان به خاطر حضور شجاعانه و انتخاب شدهش به عنوان یک بانوی شجاع و شورشگر در کنار مبارزین و مجاهدین به تحمل شدائد و زندان و داغ و درفش و تبعید است که نام او را در قلوب میلیون‌ها ایرانی و سپهر سیاسی ایران حک کرده است.